خیلی متشکرم از لطفتون خیلی ممنونم به نام خدا سلام عرض می‌کنم امیدوارم که حالتون خوب باشه و این روزها رو سپری کنیم با اینکه ما هفته گذشته پخش نداشتیم و آه شاید آه این فاصله ای که افتاده یه کمی حرف‌ها دیر باشه اما چون اولین برنامه است که بعد از اتفاقات اخیر پخش میشه این رو عرض میکنم تسلیت میگم شهادت سردار سلیمانی رو دیدیم که وقتی پای امنیت ملی و وطن در میان باشه جناح و تعصبات و خیلی چیزای دیگه کنار میره و مردم ثابت میکنند که هستند همینطور تسلیت میگم سانهی سقوط هواپیما رو ابراز همدردی میکنم با خانواده های این عزیزان خداوند به همه شما صبر بده و خداوند به همه ما صبر بده خب همین اول کاری دوتا دو نفر از عزیزان شاغل باشن اولا شغل آزاد داشته باشن در هر شرایطی این دوتا دوستمون دستشون بالاست قدشون بلند باشه بفرم شما خانم خانم شاغل بفرمین کنار خانم نزدیکتر بله خوش آمدین آقا شغلتون چیه؟ من چرا رفتین اونجا وایستدین و خیلی بله. به دوستان قول دادن که بیام بالا داشتم بهشون اشاره بول می و که آها خیلی خوب خیلی خوب اومدین شغلتون چیه؟ من خیات هستم خیات هستم؟ بله, بله در بازار یا در خیابانهای تهران؟ در خیابان تهران, خیابان های تهران. بله. شما خانم؟ سلام عرض می کنم خدمت سلام. شما من صدا پیشه هستم بح بح. و صدا پیشه ای که سرما خورده البته هنوز هم خشنگ صداتون؟ خیلی متشکرم و کجا؟ رادیو یا دوبله؟ من دوبله کار میکنم با اجازه اساتید البته بیرون از سازمان و یه بخشی در رادیو هم همکاری دارم بسیار عالی سوالم اینه اتفاقات جامعه آقا چقدر روی کسب و کار شما تاثیر میذاره طبیعتا متاسفانه خیلی اتفاقات جامعه حالا چه مثبت باشه چه منفی روی کسب و کار بازار آز... بازار آزاد علا خصوص تأثیر گذاره یعنی در شغل شما مشخصا چه باستابی داره این باستابش به این صورته که خب من تخصصم تو تعمیرات لباس اکثرا مثلا لباس نو میگیرن و اینکه میارن براشون سایز میکنیم دیگه هر روز داره کمتر میشه لباس های نوعی که میگیرن و می برایشون سایز کنیم لباس های که قرار سایز بشه و چون قدرت خرید مردم شاید های پایین تر میاد من لباسام هم گشاده میگم میشه <تص> دو بچرخین <تص> لطفا <تص> بچرخم؟ بله لطفا من پیشنهاد میکنم که تشریف یاد دان در خدمت باشم حالا دارم با خب خانم بفرمید این اتفاقات بله چه تاثیری در شغل شما داره؟ بله قاعدتا روی همه شغل ها به نظر مخصوصا شغل های آزاد مؤثر هستش مخصوصا کار ما که یه کاری که کلا با امواجی که در جامعه جاری هستش تغییر پیدا میکنه حالا شاید رایش که سفارش کار کم میشه در این جور مواقع و سفارش دهنده معمولا پول رو پرداخت نمیکنه و به ما هم قاعدتا پول نمیرسه و مشکل هست عجب ده. یعنی بدقولی های مالی اتفاق می بله بله خیلی زیاد به تو حرفه ما هم که زیاد هست این موضوع شرایط جامعه که از لحاظ اقتصادی هم که حالا به, هر حال بله. به هم می و متحول میشه این اتفاق برای ما هم طبعا می افته چقدر عجیب چون آدم هیچ وقت تصور نمی کنه برای مثلا مشاغل هنری اتفاقات جامعه تاثیر مالی بذاره روی آدم ها ممکنه حالا کارشون پایین بالا بشه ولی تاثیر مالی ولی می‌بینیم که این اتفاق, اتفاق میفته اتفاقا بعد قولی ها شاید هم در حوزه هنر خیلی بیشتر اتفاق می‌افته تا حوزه دیگه به نظر من ام. حالا شاید من درگیرتر هستم اینطوری بسیار خوب عزیز دل عزیز دل من کار هنری هنرمند, هم هنرمند. هم هنرمند. اه خیل آه. ای خیلی خوب پس بعد بیام یه سر پیشتون شما تشریف بیارید من باید. الان هستم خدمتتون <تصفح> <صحب> کنید <تصفح> <تصفح> یه روز خوب چه روزیه؟ از جلاز. یه روز خوب برای شما چه روزیه؟ صبح از خواب پاشین یه روز خوب چه روزیه؟ طبیعتا روز خوب برای من روزیه که آفتابی باشه اصلا از روز ابری خوشم نمیاد از ابر خوشتون نه. نمیاد آفتابی دوست دارم باشه من به لحاظ اجتماعی پرسیدم <applause> خیلی دوست دارم یه روز برم تو خیابون همه لبخند بزن رو برم خیلی خوب ان و خانش... همه مشتری با لبخند بیان تو با لبخند برن بیرون اه. از مغازه بعد از کارشون راضی باشن بعد پول زیاد بیاد تو داخل چیز دیگه ای <تصفح> امری باشه یه چیز دیگه هم هست مهران مدیری بیاد مغازه چش <تصفح> 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 خانم شما بفرمایید یه روزا خوب اون روز خوب برام واقعا خوبه که مردم جیمشون پر از پول باشه. میدونم که الان واقعا شرایط یه جوریه که این که بهترین آرزوست و صلح. صلح میخوام و جیب پر پول برای مردم. هن. امیدواریم. بهترین روز برای من. همه امیدواریم، هم امیدواریم به صلح، به شادی و حال خوب برای همه مردم. امیدواریم خیلی نزدیک این روزها رو ببینیم. چیز میخوای بسته هدیه میخوای نه هدیه میخوای من خدا هد... آقا رو آقا بهتر بودن دست بالا خانم بهتر بودن اصلا خود به خود خانم بهتر بودن <تصفيق> <تصفيق> <دصفيق> <تصفيق> اگر به ایشون هدیه ندم میگن که این چیز کرد دیگه تلافی کرد اجازه بدین که به هر دو عزیز بدم که خواهش کنم دست شما درد نکنه مرسی خیلی ممنونم خیلی ممنونم خیلی برحال همه میدونیم که زندگی در خاور میانه هم از نظر اقتصادی هزینه بره هم از نظر روحی بنابراین اینجا کسی علکی برای کسی هزینه نمیکنه. مراقب باشین که کیا دارن براتون هزینه میکنن. ترامپ بهش گفتن جمع کن از عراق برو بیرون. گفته ما اینجا هزینه کردیم. هزینه هامون رو بدین میریم. من از همینجا اعلام میکنم آقا فاکتور بیار هزینه هات رو بگیر. دیگه به هر سرباز که روزی یه پرس غذا بیشتر ندادی. یه حسابداری داریم اینجا سر همه فاکتورا دبه میکنه یعنی میتونه کل هزینه های امریکا رو در عراق زیر پنج میلیون ببنده اونم تازه بهش میگه که الان که پول نداریم تخلیه که کردی شماره شبا بده شلا در اسرع وقت یعنی پنجا و دو نقطه حیاتی خود ترامپ رو آباد میکنه <applause> تا پولو بریزه <تصفيق> 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 <خب>, <خب>, خب میدونیم که کامنت داریم یعنی <Yani> کامنت <comment> میخونیم نظرات شما رو میخونیم از چند برنامه قبل شروع کردیم به این کار و چیزهای خیلی جالبی خوانده میشه سوال این بوده که مشکلات شما چیست با آلودگی هوا نمیریم بعدی من هنوز مشکلم بنزینه بعدی قرصامو سر وقت بخورم قرصهاشون رو سر وقت بخورن بعدی میخوام پول دارشم ولی قبلش باید کار پیدا کنم میخوام کار پیدا کنم ولی قبلش باید برم دانشگاه میخوام برم دانشگاه فعلا دارم از هوا لذت میبرم خب یه تبریک ویژه باید بگم به هموطنان مسیحیمون بابت نو شدن سال میلادی خیلی سال رندی هم هست بیست بیست یکی در میون دو داره و صفر کلی کار گرافیکی باهاش انجام دادن ظاهرا چاره ای نیست جز اینکه به هموطنان غیر مسیحیمون هم سال نو میلادی رو تبریک بگیم هموطنانی که آتیش جشن کریسمسشون از خود پاپ فرانسیس تونتره <applause> یه فیلمی دیدم تو فضای مجازی شب سال نو پشت در کلیسا ازدهام شده بود در که باز شد همه سلوات فرستادن رفتن تو تو <applause> رو خدا بین کریسمس و عید نوروز یکی رو انتخاب کنین اینجوری آدما که سهله خود درخت کاج هم قاطی کرده سنجت میده یکی انقدر بچه صبح اومده میگه بابا این چه مزخرفیه تو کفش من پدر میگه وای حتما وقتی خواب بودی بابا نوئل برا تو ورده سمنوه دخترم فرهنگ ها رو با هم قاطی نکنین سیزده به در درخت کاج گذاشته رو سقف ماشینش را افتاده تو خیابون طرف تا پارسال تاکسی دربست میگرفت همه عید ها رو توی یه روز میرفت هم میریخت توی کیسه با خودش میبرد الان خونه یه هر کی میره یه بطری پاپیون زده اکادو میبره میگه قابلتون رو نداره این حلوشه مهمان داریم، چه مهمانی؟ سرکار خانم نشاط جهانداری، کپتان هواپیما و فکر می‌کنم دومین خانم خلبان هستند در ایران که واقعا کپتان هستند و دیگه پروازهای رسمی می‌کنند، هواپیماهای مسافربری و و این خیلی جالبه حالا با خودشون گفتگو خواهیم کرد متشکرم خیلی خوش اصلا هم اشکالی نداره مردم این روزها به خاطر اوضاع و احوال یکم کم انرژیشون کمه خوش آمدین خیلی ممنون اگر سلامی هست بفرمایید سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز حضار محترم خیلی خوشحالم که امروز کنار شما هستم ممنونم که تشریف آوردین دعوت ما رو پذیرفتین و بریم سر سوالا چون خیلی زیاده و کوتاه <applause> جواب بدین که بتونیم به همه سوال برسیم و حسابی حرف بزنیم حتما رویای کودکی شما بوده شنیدم این موضوع بگین راجع بهش. بله شکم. بله از کودکی من فکر کنم حدود چهار، پنج سالگی بود که مدام با خانواده در رفت آمده، آمد و حالا سفرهایی بودیم که خاطره های خیلی خوبی از اون سفرهای هوایی تو ذهن من مونده مطمئنا بی تاثیر نبوده اون زمانی که دوران کودکی ما بود اون هواپیماهایی که رو سقف آویزون میشد میچرخید بله <تصفح> اونا خیلی شیرین بود یه هواپیمایی داشتیم یه 747 بود درش باز میشد رو زمین میچرخید بله. اونها بله. <تصفح> اونا خیلی تاثیر داشتن چون توی خانواده من من فقط <تصفح> اما موقعی که ازدواج کردم تو بودم هم پدر شوهرم کپتن هستن کپتن هلیکوپتر بودن از سال 48 تمام مدتی که به سالا باید یه خلبان تا پنج سالگی پرواز کنن رو ایشون زحمت کشیدن در دوران جنگ همسرم خلبان هستن تشریف دارن بله خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین بله و از این بابت خب خیلی خوشحالم چون خیلی درک میشم مادر شوهرم خیلی درک میکنن چون همیشه خب با این مسائل بله از سلام. نزدیک آشنا بله, دقیقا و مطمئنا خانواده خودم هم که همیشه حمایتگر بودن بسیار عالی خیلی ممنون که کوتاه جواب میدین ما <تص> شنیدیم که این رشته یعنی خلبانی رشته بسیار پرهزینه همینطوره بله ساعت هایی که برای آموزش خلبانی شما پرواز میکنید رو باید هزینه‌اش رو بپردازید آها. که خب طبعا هزینش نسبت نسبتاً میشه گفت زیاده یعنی خود خود شخص باید هزینه های خودش رو بده بله در حال حاضر این هزینه ها رو خود شخص باید بده امکانه که به صورت کاملا دولتی باشه وجود نداره برای مسافر بری برای جنگنده وجود داره ولی برای مسافر بری خیر یعنی شاید فقط یه قشر مرفهی میتونن باید بتونن اون هزینه ها رو به صلاح بپردازن ولی خب هر چقدر هم حالا بگیم مرفه باشن باید از پس امتحانا آزمون های پزشکی زبان دروس هوا نبردی من کوتاه میگم بله؟ بر بله. خیلی هوش زیادی نیاز داره این ماجرا این کار ام. نمیدونم من خودم چون کار رو دوست دارم خب برام لذت بخشه فکر میکنم شما تو هر کاری استمرار داشته باشین براتون آسون میشه حالا اینکه من هوشتون باشه چون من بارها داشت داشت. رفتم توی کاکپیت و حالا دوستان همیشه کپتان های مختلف لطف داشتن من وقتی پرواز میرم و دعوت میکنن میرم کنارشون میشینم خیلی عجیب و سخت هزاران کلید پریز <laughs> اونجاست <applause> اصلا آدم نمیدونه اصلا یعنی مگه میشه همه اینا رو شما حفظ باشین <applause> همه اینا. به نظرم خیلی کار سختیه و خیلی هوش زیادی میخواد <applause> همینطوره شما باهوشین خود ستایی آدم بگه نه، نه، من باهوشم چرا، چرا، نه، حتی. به نظرم با پشت کار خیلی خوبی داشته باشی حالا نه. هر چقدر شما پشت کار داشته باشین حتی مثلا یکی میزان هوشش بیشتره کمتر تلاش میکنه زودتر به نتیجه میرسه یکی بیشتر شما درست گفتم دومین کپتان خانم هستین در بله بعد از انقلاب بله ما قبل از انقلاب هم کپتان خانم داشتیم من در جریان نیستم دقیقا یه دونه داشتیم فکر میکنم یه دونه بوده اینجور خانم افت تجارتی موضوع تجارت مال سال 1319 بله. یعنی اولین بار کپتان هواپیما شدن بعد از انقلاب یک خانم دیگری بودن و شما بلد. خانم شمس خانم شمس بودن و بعد ایشون هم هنوزم هم... فعالا کار میکنن بله. شده تا حالا وقتی مسافران بفهمند که کپتان هواپیما یک خانم پیاده نه <laughs> تا حالا نشده نه من همیشه چیزی که برم خیلی لذت بخشه مردم خیلی انرژی خوبی به من میدن از پنجره ای که حالا ما دید داریم مسافرین که سوار هواپیما میشن میبینمشون دست تکون میدن سلام میکنن سلام میکنن شاید دارم خدافزی میکنن شما که نمیشنوین اونا چی میگن این هم میتونه سلام باشه همین که حلالیت میتلا تو امد... رانندگی پارک دوبل خیلی سخته برای خانم تو هواپیما چی؟ چی سخته؟ بر <applause> 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 آم... من لذت بخش همه نه اصلا بخش سخت ماجرای پرواز کدوم بخششه؟ تیکاف آف میشه گفت تیکاف آف حساس هست به خاطر اینکه شما خب اگر خدای نکرده موتورتون رو از دست بدین آه. هدایتش دقتش باز دوباره از اون طرف هنگام نشستن تون لندینگتون دقت بالا میطلبه طلبه تا حالا موتور رو از دست دادین تو سیمیلاتور فقط تو <applause> خیلن. خیلن. و سلامت جسمانی کاملی نیاز داره این کار بله سلامت جسمانی نیاز داره درس مرتبا شما باید بخونین آپدیت باشین هر شیش ماه شما دوره‌های های شبیه ساز شرکت میکنید که تمام اون صلاحیتتون مورد ارزیابی قرار میگیره همیشه باید آماده باشین <applause> و یه چیزی که من حالا هی, هی یه چیزایی یادم میاد میگم لا بلای حرفا همین جایی که چند باری که نشستم یکی دوتاش تاش های جدید بود که خب یه مانیتوری داره که فوق هوشمنده و همه چیز در اون خودش انجام میشه و کپتان مثلا من اینجا بودم نشسته بودم برمیگشت و اینا میگفت خب آقا چه خبر دیگه آقا مدیر گفتم آقا تو رو خدا جلو تو نگاه نمی کنی اصلا گفت نه اصلا لازم نیست خودش هوشمند میره و اینا یه نیم ساعتی اینجوری با من گپ زدن و اونم خودش میرفت اه اه چی, چی داشتیم میگفتیم سلامت جسمانی دیگه <متزور> گفتید که بعد آپدیت باشه بله سلامتشون درسشون هر شیش ماه مورد ارزیابی قرار میگیرن واقعا باید همیشه قبل از هر پرواز آمادگی اونو داشته باشی که اتفاقی اگر قرار بیفته چطور باش مواجه <متزور> بشی اتفاقی افتاده تا حالا خود مسائلی بوده که با چک لیست اونا حل شد اتفاق خاص بدی نبوده یه چند وقت پیش فکر کنم یک ماه پیش یه خانومی بودن تو پروازمون انگار سابقه قبلی داشتن که قلبشون مشکل داشت و سرمهماندار کارهای لازم رو انجام دادن پزشک در هواپیما گفتن ایشون باید سریعا به بیمارستان برن آه. بله و ما مسیرمون از تهران به احواز بود در اسفهان چون نزدیکترین فرودگاه ما در اون لحظه اسفهان بود نشستیم خداشو گرجانس به موقع رسید و ختم به خیر شد خب بر من خوشحال یعنی واقعا باعث خوشحالی بود که اتفاق برشون پیش نیامد شما در پروازهایی هم کمک خلبان هم خانم بوده یعنی هر دو خانم بودید بازم مسافر پیاده نشده نه نه خیلی خوب با خانم ها راحت تر کار میکنین به عنوان کمک یا با آقایون فرقی نداره فرقی یه سری استاندارد و رویه های کاری هست که اونا رو باید انجام بدیم و همیشه سعی کنیم به بهترین شکل و استانداردترین حالت اونا رو انجام بدیم با همسرتون پرواز داشتین؟ ام... به عنوان که دو تامون پرواز بکنیم نه ایشون مثلا پرواز میکردن من نفر سوم بودم مثل شما که مثلا توی هواپه ما به صورت مسافر بودین حالا آه. من جز به خدمه اون شرکت هستم ایشون هم همینطور خب میتونستم توی بله. اون پرواز باشم و ایشون در یه مدت زمانی خب هواپیماشون ماشون با من فرق داشت ایرواز پرواز میکردن که باز من مسافر ایشون مثلا با هم رفته بودیم مشهد یا همچین حالتهایی همسرتون آه... کپتان هستن یا کمک خلبان؟ ایشون هم در حال آبریدی هستن هنوز برای کپتان نشد شدن تقریبا شدن. به شما حسودی میکنه نه. ما با هم درس میکنیم شما اها، بعد چی شد تو هواپیما اینجوری شد نه نه یعنی تو آسمون آشنا شدین یا زمین بله ارزم به حضورتون که خب من هشت سال کار کردم سه سال بررسی داده های پروازی رو انجام میدادم و نظر مثبت مدیران ارشد جلب شد به اینکه خانم ها هم در آزمون ورودی خلبانی به سالا شرکت بدن تونستم خدا رتبه ممتاز بیارم یعنی از بین 300 400 نفر که بودن و 17 نفر انتخاب شدن من هم انتخاب شدم و همسرم <laughs> و ما خب حالا روی اون دوره های زمینی که داشتیم دورا دور همو شناختیم و طی این چند سال که کار میکردیم خیلی دورا دور همو میشناختیم که یک سال و نیم پیش به این نتیجه رسیدیم که خب ما چقدر مثلا میتونیم با هم احتمالا آینده خوبی داشته باشیم و الان هم همینطور امیدوارم هم. امیدوارم من الان یه چیزی همینجوری به ذهنم زد مثلا مادر شوهرتون تشریف نه, نه. 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 برنامه رو مثلا یا مادر خودتون تشریف دارن بلد. خوش آمد احتمالا شما هر دفعه میرید برای پرواز میگن مادر از کنار برو <تصفيق> <مثلاً>. <تصفيق> میشم چیزی شاید آره به حال مادرها همیشه نگرانم هم. دیروز هم شنیدم که به عنوان کپتان شما رفتین مشهد و به عنوان مسافر برگشتین بله اشکالی در پرواز نه نه دید مشهد خیلی پایین بود و پروازی که قرار بود از تهران به مشهد بره نتونست در فرودگاه مشهد به صلاح لندینگ داشته باشه خب فردا روز چون هم هواپیما باید انتقال پیدا میکرد و در مشهد میموند من مسافر رو بردم اونجا هواپیما اونجا موند که پروازی که از مشهد انجام میشه برد. انجام بده من هم به عنوان مسافر برگشت هم که اینجا در خدمت مصافر در مواقع بحرانی اگر اتفاقی بیفته مطلقا و فقط کپتان تصمیم میگیره نه یه کار یا... تیم ورک هست کمک خلبان یا خلبان دوم این روز بیشتر به عنوان خلبان دوم میگن نه کمک خلبان بله. چون یه واژه‌ای هست که وقتی شما میگین کمک خلبان انگار مثلا خیلی کوالیفیکیشن خیلی کیفیت <تصفيق> <تصفيق> مثلا از لحاظ شغلی هر دو اونطور نیست که بگیم یکی خیلی پایین تر اون خیلی خیلی بالاتر هست و حتما هم فکری هست چکلیست هایی هست که ما اون رویه کاریو انجام میدیم نظرشون ایشون هم میگن ولی تمام مسئولیت ها عواقبش تصمیماتی که میگیریم به مسئولیت نفر حالا به عنوان کپتن پرواز هست برد. و جعبه سیاه کجای هواپیماست بستگی داره اه. و چی چه چیزی <تصفح> رو ضبط میکنه سیستم‌های سیستم های ریکورد هواپیما چیزایی که ضبط میکنه هواپیما رو همون مسئله که من عرض کردم خدمتتون سه سال اولی که به عنوان بررسی داده های پروازی کار میکردم یک قسمتش تمام اتفاقاتی که تو هواپیما میفته یعنی حتی از چرخشی که هواپیما انجام میده همه چی همین اون دکمه ها و سویچ که میبینین همه اونجا هست که توی شرکت ما ظرف هفته و دو, دو ساعت دوباره اینا بازبینی اه. میشه از لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار میگیره ازش استفاده های آموزشی میکنیم و به علاوه صدا یعنی تمام مکالمات در کابینو همه زبط میشه بل. بل. میشه گفت بدترین خطای پرواز چیه؟ خطای کی؟ الان توی دوره هستیم که مثلا خب تو هر... خطای خودتون آها آه مثلا یک نفر این کی که گفتین یه اصطلاحه؟ فکرم سوال میکنین خطای کی؟ نه مثلا اینه نه. که یه دوره آه. ماشین <applause> <تصفيق> 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 یه دوره ای مثلا بیشتر اشکال از به اصطلاح صنعت و ماشین بود یک دوره ای اشکال از انسان بود هیومن ارور بود اشکالات انسانی بود یک دوره ای که الان هست به خاطر اینکه همه چی خیلی حالت اتوماتیک شده حالا اشکال روی اون برمیگرده هر دوره یه چیزیه به نظر من غرور بزرگترین اشکالیه که <تص> <تص> میتونم بگم یه خلبان میتونه داشته باشه غرور خود رای <applause> بودن شاید ها. آره همیشه یه هواپیما مشخصی هست که هدایت میکنیم یا عوض میشه درسته اه، یک نوع هواپیما هست ولی چند تا آها مثلا هواپیما من MD80 هست حالا شرکت ما به اون تعدادی که داره 10 تا دا MD داره اون تعدادی که سرخط هستن پرواز میکنن یه روز اینه یه روز اون یکی ولی یک نوع هواپیماست همه یه رویاهاتون به نظرم محقق شده بله <applause> سلامتین ازدواج کردین کپتان شدین به کدوم سمت میرین رویای بزرگتری وجود داره همیشه از بچگی واقعا اینو میگم خیلی دلم میخواست که بتونم برای بچه های کاری بکنم یعنی خیلی روی این مسئله احساس دارم چون فکر میکنم بچه ها بزرگترین سرمایه هر کشوری هستن بله. آینده هر کشوری هست مطمئنا نیست شعاریه که همه میدونیم ولی واقعا دلم میخواست میتونستم برشون کاری بکنم اونایی که بعد سرپرستن یا میتونن استعدادهایی هستن که میتونن مثلا آینده داشته باشن فقط اون محیط رو ندارن من خوششانس بودم شرکت برای من این محیط رو فراهم کرد با تلاشی که خب خودم گذاشتم زحمتی که کشیدم لطف خدا بود ولی دلم میخواد میشد اون قدرت رو داشتم که برای خیلی از بچه ها بتونم یه کاری بکنم کاری هم میکنید الان مثلا اگر بدونم یه کودک توی پرواز هست یعنی میدونن مهمان داره ما میدونن که من به مسئله علاقه دارم میارم باش صحبت میکنم بهش میگم مثلا اگر که دوست داری یه کاری بکنی دنبالش برو احا. حالا حتما قرار نیست خلبان بشی درست. هر کاری که تو دوست داری بسیار عالی بسیار عالی اه، اگر اه، کپتان نمیشدین چی کار میکردین؟ چه شغلی رو انتخاب میکردین؟ من, من همش از بچهگی به کپتان شدم یعنی فکر فکر نکردین براه. که چیز جایگزینی؟ نه, جایگزی نه. نه. از همسرتون بگین یکم؟ هم؟ همسر چند خیلی, مرد <تصفح> خیلی مرد خوبیه خیلی مرد خوبیه؟ اصلا معلومه؟ اصلا نیاز به توضیح نداره؟ ما دسته گل 29 سالتونه بله چند روز پیش تولدم بوده تبریک میگم به 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 چندین روز گفتین که خیلی مرد خوبیه دیگه خب خیلی با هم نقاط تفاهم داریم فکرمون مثل همه به هم کمک میکنیم با هم درس میخونیم تا حالا بحثتون شده سر همین ماجرای شغلتون نه سر یک اختلاف نظر بر سر یک چیزی نه معمولا با هم شما اینوری بریم شما اینوری نه معمولا با هم هم فکریم خدا رو خیلی با هم دیدگاه همون شبیه هم هست واقعا حامی من هستن خیلی خوشحالم واقعا من عاشق خوش. شدم و خب ازدواج کردم با که… که بسیار عالی بسیار عالی امیدوارم بر همه آرزوی بهترین ها و خوشبختی براتون دارم سالهای سال در سلامت یکم سوال یه سوال حسی بپرسم شاید حسیه اون بالا چه حسی هست وقتی که همه مسافرها خوابند شما در آسمان لایتناهی چون وقتی که توی کاکبیت هستین اصلا یه حس دیگه اصلا یه تصویر دیگه از بالای ابرها اون حس به شما چی میگه و چی میده نزدیکی به خدا به نظر من واقعا بیشترین حسی هستش که احساس میکنین چقدر این کره خاکی کوچیکه ام. چقدر ماها کوچیکیم و به نظرم عظمت و بزرگی خدا رو میبینیم این چیزی که من احساس میکنم بسیار عالی روی زمین هم به خوبی هوا هستین؟ ام... از جنس رانندگی آها بله بله؟ بله اه... به لحاظ شخصیتی چی؟ امیدوارم که رو زمین بهترین <تصفح> یا در هوا؟ امید. چون اونجا بله. اه... کپتان شمایی سلطان شما نه و به هر حال یک فضای دیگه است یک حس دیگه است یک مدیریت دیگه است و روی زمین داستان زندگی و خیلی چیزهای دیگه توی کار جدی هم یعنی خیلی جدی ترم خب روی زمین خیلی جدی نیستم اونقدر که بالا جدی همسرم براشون جالب بودش که خب همیشه منو خیلی جدی و سر کار دیده بودم با هم که ازدواج کرده بودم مثلا خیلی براش جالب بود جفتا گرفتین براش نه برشون جالب بود که چقدر مثلا احساسات دخترونه و خب آره میفهمم آره چون همیشه سرکار خب جدی و خیلی شغلای مدیریتی اینجوریه خانوم ها در حالا چه اداره چه در پرواز چه در هر شغلی که مدیریت میکنن سر کار خیلی جدی و یه شخصیت دیگه ای هستن معمولا اینجوریه بلد. و در خانه و در اجتماع خب طور دیگری اه... گروگان گیری بشه چی کار میکنن؟ <applause> آموزش خاصی بلد. شما برای این کار دیدین؟ بله آموزش هایی داره چیز این یعنی یه موضوع امنیتیه نمیتونی توضیحش بدید فکر بهتر که زیاد توضیح ندید ولی آموزش میبینی و شرطی هست که باید انجام بدیم خیلی خوب متوجه شدم کامل و میدونم توی هر پرواز استرس دارین یا دیگه خیلی عادی میشه خب عادی میشه یعنی اگه بخوایم دائم استرس داشته باشیم که خب خیلی فرسایش داره ام، نه لزوما ولی پرواز اول و دوم خیلی داشتین نه هیجان هیجان بیشتر بله. چند تا سوال میپرسم با بله یا خیر بله. فقط جواب بدی <تصفح> تا حالا قبل از پرواز ترسیدین به شدت نه <تصفح> نه نه در حین پرواز منفی بافی میکنین نه شما به خودتون میبالین بله بله یعنی خود شیفته این؟ نه خودم رو دوست دارم آدم شجاعی هستین میگن بله خیلی بله بله اگه هواپیمای مشکل داشته باشه باهاش پرواز میکنین؟ قانون داره بله خیر نه. نه. آره یه ذره توضیح میخواد اگه مشکلی تو پرواز پیش بیاد به مسافران میگین؟ بله بله. در حرفتون صداقت دارین؟ صد درصد. بله. دارید. گفتگو با شما سخته. خصوصا جلوی مادر، همسر، پدر شوهر، پدر همسر شما هم فرمودین که کپتان هلیکوپتر بودن بله. الان بازنشستن بله از سال به بخش از سال 48, و پرواز هاشون رو شروع کردن 65 سالگی سنی هست که خلبان بازنشسته میشن ایشون هم توی این سن بازنشسته شدن خیلی برای کشور ما زحمت کشیدن من بهشون افتخار میکنم در عملیات جنگی حتی در عملیات خیبر حتی یه جانبازی کوچیکی برشون به وجود اومده بله ولی اونطور نبوده که بخوان ادامه پروازشون رو مانع بشه و بعد از اون هم ادامه خدمت داشتن تا سن ۶۵ سالگیشون خیلی خوشحالم چون یک نگاه پر تجربه تر دلسوزانه تر و پدرانه همراه با دید کامل و اشراف کاملی که به شغل ما داره همیشه مواظب ما هست ارزوی سلامتی دارم براتون <applause> و نصیحت بله. <applause> و نصیحت شغلی به شما میکنن؟ صد درصد یعنی مثلا دروس گلم یه دقیقه بیا بشین این دکمه ها رو همه رو با هم نزن <تصفيق> <مثلا>. <تصفيق> بله ما که با هم جمعیشیم خیلی صحبت های پروازی میکنیم بله. همش صحبت پرواز دیگه همه خانواده بله. خیلی هم عالی وضعیت کلا هواپیماییمون و هواپیماهامون رو یه کمی راجبش بگین بدون اینکه شغلتون رو دست بدین هر هواپی شما یه سوالی پرسیدین که بله نبود فکر کنم اینجا میتونم بهتون یه توضیح بدم یک هواپیما برای اینکه پروازش رو انجام بده باید استانداردهایی رو داشته باشه که اونها چک میشه توسط مهندسین توسط خود خلبان پرواز و اونها رعایت میشه هواپیمایی که ما بدونیم از زمین مشکلی داره رو خب مطمئنا از زمین بلند نمی کنیم و خدا که مسائل در شرکت ما خیلی بررسی میشه و انجام میشه ارزم به حضور شما که خب درست همه هواپیما ها نو نیست ولی شما از طرفی میبینید الان هواپیما های 737 ها جدید با اینکه نو بودن براشون مشکل به وجود اومد بره. منظور بنده از این حرف این هست که بعضی اشکال ها رو نمیشه پیش بینی کرد ولی اونهایی که قابل پیش بینی باشه و به عهده چه خدمه پروازی به عنوان خلبان و یا چه همکاران مهندس در زمین باشه اونها حتما بررسی میشه اینطور نیستش که کسی مثلا یه هواپیمایی مشکل داشته باشه و بگه من با این میرم پرواز اصلا همچین چیزی وجود نداره آره ولی اینکه نو نیست خب خیلی زیادی نو نیست من به خدا قسم این موضوع برای خودم پیش اومد چند وقت پیش رفتم مشهد فکر میکنم برای اکران خصوصی فیلم و این یه دونه کمربنده اینوریش نبود اینوریش بود یعنی یه دونه بود و خیلی اوضاع داغونی بود خود خود س... چیز تو داخل هواپیما صندلی ها که من گفتم خانم این که هی میگفتن کمربنداتونو من گفتم خانم این نداره گو اونور تو خودت بگیر <applause> اه... نزاح <میکنی. تصفيق> به خدا نه, نه. آقا مثلا قانونی که وجود داره اگه یه صندلی همچین مشکلی داشته باشه جای شما رو عوض میکنن اون صندلی رو قسم میخورم به خدا قسم این یه دونه نداشت این وری داشت یعنی اینکه قلاب باید باشه بود یا نبود نمیدونم ولی یه دونه بود که من یه ورمو خودم گرفتم و اینم با دست حالا بلند شد و نشستیم و اینها و و فکر میکردم هرگز نمیرسیم یعنی یه جوری هواپیما رفت که خلاصه آره و خ... حالا غذاهای هواپیما خوشمزه تر از بیمارستانه <تصفح> <تصفح> ها؟ یکم کسی درگیر و بیمارستان خب نشه درجه مشتر. اول غذاهای هواپیما من مطلبی که راجبش خوندم اینه که حسه چشایی ما در ارتفاع کمتر میشه بنابراین مزه غذاها رو کمتر حس کنیم <تصفح> یعنی خوشمزه است ما <تصفح> خلاص خیلی خوب قبول قبول مه میبینم مزه آب میده نگو ما تو ارتفاعیم یعنی این یه علمی هست خیلی خوب چیزی هست که بخواین آه راجب اوضاع جامعه یه چیزایی بگین چی فکر میکنین من زیاد توی این مباحث حرفه ای نه نه منظورم سیاسی نیست منظورم بزا اجتماعی بهتر بشه برای همه هم واقعا من از سوال بپرسم از من بپرسین بله بل بپرس. اگه سوار هواپیمای بشین که ببینین خلبانش خانوم شما چه برخوردی داری من برخورد بکنم <applause> حیف شد <تصفيق> <تصفيق> سفر در خدمتتون باشیم دیگه خیلی <applause> <applause> نه اینکه شوخی من به نظرم خیلی کار بزرگی کردین در این سن و یک افتخار و یک ساختار شکنیه که در این سن و سال این همه زحمت کشیدین و به این نقطه رسیدین که نقطه بسیار بزرگ و با و خیلی کارتون با عرضش بوده خیلی آره اینو میگم که محبن بگم اون حرف قبلیم شوخی بود بل. با کمال میل سوار میشم خیلی محبت چند تا کلمه میگم حستون رو بگید با کلمه بگید شاید یا با یه جمله تأخیر ناراحتی ناراحتی فضای مجازی عجیب عجیب اولین بانوی خلبان زن ایران. احترام، افتخار. افتخار. چاله های هوایی. همیشه‌گی. جنگ. ترس. ترس. بسیار خوب. چیزی هست که بخواین اینجا بگین از این تریبون و من نپرسیده باشم؟ راجع به هر چیزی. در حال اینجا موقعیتی است که شما یک چیزی رو که همیشه دوست داشتین مردم بدونن شاید اینجا از این تریبون بتونید بگید امیدوارم حامی هم باشیم در هر شرایطی چه حالا شرط اجتماعی باشه چه شرایط پیشرفت یه یعنی نفر توی شغل باشه به همدیگه انرژی مثبت بدیم امید به فرداهای بهتر داشته باشیم بهترنار برای همه آرزو میکنم برای شما برای خودم برای کرم. همه متشکرم. احساس خوشبختی دارین سوال همیشگیمون بله کاملا بله بسیار خوب باعث افتخارین خیلی, خیلی با ارزشین امیدوارم همیشه در کنار خانواده سلامت باشین و همینطور درخشان باشین همیشه و بهترین آرزوها رو براتون دارم. خیلی ممنون خیلی خوشحال هستم مرسی. که امروز هستم اینجا باشم. خیلی شما هم با افتخار هستین برای ما واقعا. یکی از ماندگار ترین ها هست. برای ما هم با افتخار. ممنونم. مرسی, مرسی که خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. مرسی. مرسی خیلی ممنونم. راجبه این بگم. این خیلی خیلی لطف بزرگی کردین این کلاه اولین کلاهی است که سرکار خانم باهاش پرواز کردن و خیلی براشون با ارزش بوده خیلی لطف بزرگی کردن این کلاه رو برای من هدیه آوردن مرسی مرسی خیلی ممنون خیلی با افتخار عزیز خواهم داشتین خیلی ممنون مرسی هدیه رو خیلی, متشکرم لطف کرد مرسی سر ادامه حرفامون حالا که اینقدر هزینه ها بالاست لاقل خودمون یکم هوای همدیگر داشته باشیم در اروپا رسم دارن شب سال نو قاز یا اردک میخورن معمولا ارزونترین ترین قیمت قاز و اردک در کل سال مربوط به همین شب سال نوه گاهی تا پنجاه درصد ارزونتر تر میدن که همه بتونن این غذا رو سر سفرشون داشته باشن اینجا شب عید میری تو مغازه پول یه شطور جوون رو میدی یه قزلالا برات میذاره تو کیسه پونزه سانت پاکش که میکنه سر و رو میزنه میشه نه سانت یخش که وا میره و یکم آبش رو از دست میده میشه هفت سانت سرخش که میکنی یکم خودش رو جمع میکنه بچه میشه چهار سانت چهار سانت رو تیغ و پوستش رو که میگیری میشه دو سانت دو سانت رو میخوری یه سانتش که کلا گیر میکنه لای دندونت یه سانتش میره پایین دیگه از اون به بعد فوسفوریه که از هشت جهت امپاژ میشه تو پک و پلوت. <applause> به قیافه قزلالاها تو ویترینا دقت کنین خودش تعجب کرده از قیمتش <applause> چونشون یه حالتیه که انگار بغز دارن ولی دارن آبروداری میکنن توی نونوایی من و جلوییم جفتمون یه نون گرفتیم به جلویی من گفت سه تومن به من گفت چهار تومن گفتم چرا؟ گفت از پشت این آقا به بعد گرون شد میگم من چهار دقیقه قبل پولمو دادم گفتم یه دونه بده میگه همون داشتم میذاشتم گرون شد <applause> میگم خب میگفتی شاید من میگفتم نذار گفت حواسان پرت نکن در نتیجه الان خواهش ما این نیست که گرونش نکنین خواهشمون اینه که قبل از این که بذارین بگید گرون کردیم این است. دو تا یه خانم یه آقا جا چشم چشم شما الان همینجوری از اول از, سا... از پنج و نیم همینجوری دست بفرمایید بف... و یه خانم 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 شما تشفیر بله خوش آمدین، خوش آمدی شغل شما قربان؟ من عکاس خبری هستم. عکاس خبری، چقدر خوب. شما خانم؟ من دو ماهی که خونه دارم. شغلتون چی بود؟ میخواین بگین یا نه؟ من رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی بوده بله. و در رشته دندان پزشکی، پروتوزای دهان و دندان، کار تجربی داشتم، بخش فروش و همکاری با چند تا بسیار اگه حق انتخاب داشتین باید. تو کدوم کشور به دنیا می اومدین؟ حق انتخاب به نظرم ایران به شرطی که درست بهش نگاه بکنم بله خانم شما چی؟ مکان تولد رو ما نمیتونیم انتخاب بکنیم نه میگم که فرزن رو اگر دست خودتون بود چون از زمانی که چشم باز کردم و خودم رو پیدا کردم ایرانی بودم هرگز به این فکر نکردم که شاید جایگاه دیگه اگر بود چه اتفاقی می افتاد. با تمام مشکلاتش من با همه وجودم و سلولای بدنم ایرانی بودنم رو پذیرفتم. و هرگز حتی فکر نمی کنم در مورد شانسش. بله. می پذیرم با واقع بینی و دارم ادامه میدم. اوضاع کنونی رو بله. اوضاع فعلی رو چطور میبینید؟ اجازه دارم راحت صحبت کنم؟ کاملا ازدهام و اشتیاقی که مردم برای این تشی جنازه اخیر داشتن هیچ ربطی به گرایش های سیاسیشون نداشت شاید درصد شاید که نه قطعا قطعا درصد زیادی از کسایی که تو شهرهای مختلف تو این مراسم شرکت کردن از شرایط فعلی بسیار 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 در فشار و ولی به عنوان ایرانی رفتن و در... شرکت کردن. آره در ابتدای برنامه هم من دقیقا همین موضوع رو ما الان بفتن. دیره برای این توصیه برای حرف من خیلی دیره ما درگیر این گرفتاری شدیم ای کاش از خیلی سال قبل یکم بیشتر ما هوایی همون داشتیم تیشه بله، کیشه به خود نبودیم اگر زودتر این اتفاق می افتاد داستان ما غیر از این بود درست این واقعیت شما بگین قربان مهم اینه که من نگاه هم به زندگی چه شکلیه بله. و اگر من نگاه درستی نداشته باشم حتی اگر تو کشورهای پیشرفتم باشم بازم زندگی برای من سخت میگذره به همین دلیل وقتی من نگاه رو درست کنم میبینم بازم با همین شرایط سخت میشه راحت زندگی کرد و درست نیست بسیار عالی خیلی ممنونم که تشریف آوردین ما بچه ها یادشون رفت اینجا دو تا کارت هدیه گذاشته بودن که من اه ولی اه در آخر برنامه تشریف داشته باشین که دوستان میان و هر دو جایزه رو تقدیم حضورتون میکنن خیلی متشکرم ممنون خیلی ممنونم ممنون. خیلی ممنونم ممنون. مسئولین چون بیشتر دارن برای ما برنامه ریزی میکنن یه مقدار زمان حال رو رها کردن اینه که دوباره تاکید میکنم با توجه به بالا بودن هزینه ها خودمون باید هوای همدیگر داشته باشیم رفتم دندان پزشکی آب بخورم از این شیرا لایه در اتاق دکتر باز بود منو دید گفت آب سرد که میخوری درد میگیره گفتم نه چطور من آب بخورم فقط برم گفت چیز خیلی داغ که میخوری چی گفتم نه اصلاً. گفت فندق که میشکنی با دندون چی گفتم نه گفت رو کاکتوس که میشینی چطور <تصفح> گفتم چی خلاصه منو برد اینا نشون رو صندلی دندون پزشکی آب بخورم ماینه کرد گفت وضعت خوبه فقط اون دندون گوشه ای پایینت یه کوچولو پر کردن میخواد چون دیر اومدی پرش کنی این زده بغلی یکم پوسونده بعد بغلیه چون پوسیده بوده فشار جویدن رو انداخته رو دوش بغلیش یکم لقش کرده بعد نکه این لق بوده بغلیشو هی هل داده کجش کرده دندون کج هم که میدونی اصلا به مقصد نمیرسه <applause> پیشنهاد من اینه که بذار کل پایین رو جمع کنم خب یه سری مینیاتوری خوشگل برات میذارم که این ور خیابون بخندی همه از اون ور خیابون بیان این ور هشت ساعت بعد منشی دکتر با یه لبخندی گفت قابل... قابلتون رو نداره 25 میلیون در حالی که سو... سو... در حالی که الان میمیرم در حالی که سوزش شدیدی سخته سوزش شدیدی ای گفتین سوزش شد... احساس میکنم از مطب اومدم بیرون یه لبخند زدم دیدم دو هزار نفر با سرعت دارن میان به سمت وره خیابون کامنت رو بخونیم بقیه جالبه توف به شرفت این همونه این یکی هست که شبا میذاره و میخوابه اه, بعد م... مشکل اخ... اصلا وقتی این نیست من فکر کنم اینترنت ضعیف شده این نیومده خب مشکل اقتصادی و معیشتی اولین و آخرین مشکل این مردمه و آخری مشکل من اینه که از روی کچلوار شما هیچ وقت نمیتونم بفهمم الان تابستونه یا زمستون و حرف آخر در این اوضاع هزینه و درآمد یکی از جاهایی که ظاهرا مشکل مالی توش وجود نداره ورزشه اینو با توجه به اخبار مربوط به قرارداد مربیان خارجی میگم مشالله همه از دم حق فسخ دارن پولشو کامل دادن ولی تو قرارداد ذکر شده اگر صبح که از خواب بیدار میشم موام حالت نگرفته باشه حق فسخ دارم یعنی رئیس فدراسیون هر روز از هفت صبح مسترب و نگران داره پی میده حالت گرفت بعدم مرا... بعد منتظر مربی سین کنه خلاصه که دقت کنیم در تنظیم قراردادها و از همین صدا و سیمای خودمون میتونیم یاد بگیریم چرا دقت نمیکنی یانگوم رو وقتی گرون بود نخرید گذاشت جمونگ اومد تو بورس رفت گفت آقا اون یانگوما چند یه سوم قیمت تموم شد براشون خود جمونگ رو وقتی خرید که افسانه دونگی داشت میفروخت سریال چینیا رو که انقدر نمیخریم خود چینیا نه شب میذارن دم در ما هم با چوب اینا توشون میگردیم دیویدی سالم و سوا میکنیم پخش میکنیم خیلی ممنون که امشب انقدر خوب و گرم در کنار ما بودین امیدوارم که روز به روز به سوی آیندهی بهتر پیش بریم و آرزوی سلامتی میکنم برای همه شما و بهترین آرزوها رو ممنونم شب بخیر خیر خدا